خدمت همیانان عزیز، خانم ها آقایون، امروز 28 ماه مارس سال 2018 مهمان بسیار بسیار عزیزی داریم که من خواهش کردم از ایشون امشب نه مصاحبه، گفتگو، درد دل، که بیشک میدونم خیلی از شما عزیزانم منتظر هستید و به خصوص بچه هایی که از من خواسته بودید. من خواهش کردم از سرکار بانو شیرین نشاط، فرزند یکی از عمرای خوشنام ارتش شاهنشاهی ایران، تیمسار نشاط عزیز، فرمانده گارد جاویدان، یکی از عزیزان ما در دوران شورش 57 که با قدرت فرودگاه مهرآباد رو به روی روح الله خمینی هندیزاده، آن بیمار روانی، بست. خیلی شایعات بر علیه تیمسار نشاط گفتن اما نتونستن نام این امیر خوشنام ارتش شاهنشاهی ایران رو خراب بکنن. دختر ایشون بانو شیرین نشاط به خارج از کشور اومدن و ساکت ننشستن، فعالیت کردن. همه شما میدونید که در طول این سالها این بانوی بزرگوار، این انسان مبارز، ایستاد و هنوز ایستاده. به یاد همه جانباختگان ارتش شاهنشاهی ایران، یکی از فرمایشات اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ رو پخش میکنیم و بعد از طرف خودم و همه شما به سرکار بانو شیرین نشاط درود میفرستم. که در کشاکش سهمگین ترین حوادث تاریخ، مردانه از استقلال و شرافت میهن جاویدانی خود دفاع کردند. درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. بانو شیرین نشاط، درود بر شما و بسیار بسیار سپاسگزار از اینکه دعوت بنده را قبول فرمودید تا امشب با هم گفتگویی داشته باشیم. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، ابتدا فرمایش شما رو گوش میکنیم و بعد چند تا پرسش که چه عرض کنم با هم یک گفتگویی داشته باشیم. خواهش میکنم، بفرم. درود بر شاهان ایران زمین، اعلیحضرت رضا شاه دوم، و درود بر شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت رضا شاه کبیر، و درود بر جانباختگان نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و راه آزادی ایران و جنگ ایران و عراق. من شیرین نشاط هستم. درود می‌فرستم خدمت شما جناب احمدی و تمام شنوندگان عزیزی که امروز من این افتخار رو دارم که در کنارشون باشم. من فرزند اول تیمسار نشاط هستم، فرمانده گارد جاویدان شاهنشاه آریامهر، و در سال 1357 زمانی که این شورش به پاهاست، بعد از اینکه پدر من تیربارون شدن در 22 فروردین ماه، بعد از مدتی از ایران به اتفاق فرزندم خارج شدم. البته در اون زمان من خیلی جوان بودم و متاسفانه در اون مملکت نتونستم کار کنم. اگر کاری اینها منو آزاد می‌ذاشتن و می‌ذاشتن که من کار کنم و خرج زندگی و
فرزندم و مادرم و خواهر برادری که باید تیکر میکردم، نگهداری میکردم ازشون رو میگذاشتم، 100% در ایران میموندم. و با توجه به این که من افتخار این رو داشتم که اولین زن بودم که در دفتر مخصوص اعلیحضرت شاهنشاه عالی‌مهر استخدام شدم و آخرین زنی هم بودم که از اونجا آمدم بیرون و به دفتر شهبانو وظایف خودم رو در دفتر اولیا در شهبانو انجام دادم، تا اینکه پدر من تیربارون شدن و سعی کردم یک کار آبرومندی هر کجا که بتونم انجام بدم. همونطور که میدونین تمام زندگی ما رو گرفتن و ما رو با یک دست لباسی که بر تن داشتیم از خونه بیرون گذاشتن. نه پول غذا داشتیم، نه پول لباس داشتیم، نه هیچی هیچی نداشتیم. و من فکر نمی کنم که کسی حتی با دشمن خودش همچین کاری بکنه. و بعد از مدتی از مملکت خارج شدم چون همه الو دوستان صدا هست؟ صدا هست؟ بله. خب تلفن قطع شد، الان من مجددا تماس رو برقرار میکنم. از ایران خارج شدم به اتفاق فرزندم و بعد از مدتی مادر من اومدن و قبل از من برادرم رو فرستادیم بیرون چون ایشون رو گرفتن و زندان بود و چقدر کتکش زدن و فقط جرم ما این بود که فرزندان تیمسان نشاط هستیم. به هر حال زندگی بسیار بسیار سختی رو در طی سالهای 38 سال گذشته ما گذروندیم. به نظر خیلی قشنگ میاد که ما در امریکا داریم زندگی میکنیم یا در اروپا زندگی میکنیم، ولی هممیهنان من باید بدونن هیچ جا خونه آدم نمیشه. حتی بعد از گذشت 40 سال در خارج از کشور بودم و آرزوی من اینه که یک روز جوانان ما آزاد بشن، ایران ما آزاد بشه و برگردم به اون آب و خاک. و چون در طی 38-39 سال گذشته هیچ زمان من آرامش نداشتم، حتی در اروپا یا در امریکا به فعالیت‌های خودم ادامه دادم، این یک چیزی برای این آخوندها شد که به هر حال باعث افتخار منه. تا پای جانم تا آخرین قطره خونم می جنگم به خاطر آزادی ایرانم، به خاطر آزادی فرزندان راسخ ایران و به خاطر فرزند خودم که امیدوارم روزی اون ایران زیبا رو به رهبری اعلیحضرت رضا شاه دوم بتونه ببینه و بدونه ما چه مملکتی داشتیم و به کجا کشیده شدیم. و بعد امیدوارم که همه چی درست بشه برای همه جوانان میهن و ایرانی آزاد داشته باشیم. البته من سازمانی دارم که این سازمان متعلق به خانواده ها و نیروهای مسلح شاهنشاهی ایرانه به اسم جانباختگان.com یا سربازان.org و یا علینشاد.org، چون اینا سعی کردن هی ما رو فیلتر کنن، بچه ها نمیتونستن بگیرن، همینطوری با .com و .org و اینا ما سعی کردیم این وبسایت رو آزاد بذاریم. خانواده هایی مثل من خیلی زیادن، خیلی زیادن، ولی ما باید این رو بدونیم جناب احمدی
که ما نباید آروم بشینیم، باید بجنگیم با این مزدوران و نشدن هیچ کاری رو دوا نمی کنه. می دونم که کسایی که در ایرانن سختی زیاد می کشن و من خودم جایگاهی ندارم که بگم به این جوانها چی کار کنیم، ولی این پدر مادرها بودن که جوانان ما رو به اینجا رسوندن. ولی خوشبختانه جوانان ما در حال حاضر خیلی خیلی فهمیده تر هستن تا جنریشن ماها و امیدوارم که ایران به دست این جوانان عزیز هر چی زودتر آزاد بشه تا مملکتی مثل ایران سابقمون داشته باشیم بازم و همونطور سربلند باشیم. پاسپورتمون، اسم ایرانمون، اسم خودمون به حد نهایت بالا بره که هیچ مملکتی جرأت بی احترامی به ما رو نداشته باشه. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. زنده باشه. دوستان می نویسن روی صفحه، البته شما نمی بینید، همه عرض کنم همه عزیزانی که تشریف دارن به شما خیلی درود میفرستن، نوروز رو به شما خجسته باد میگه. البته دوستان اگر من اول صحبت به سرکار بانو نشاد برای نوروز تبریک نگفتم، به خاطر اینکه من همون روز نخست عرض ادب کردم خدمت ایشون و نوروز رو بنده خجسته باد گفته بودم، ولی باز هم حضورتون عرض کنم که از طرف همه دوستانی که اینجا تکس میزنید من میبینم چشم، به همه عزیزان، به شما سرکار بانو نشاد نوروز رو هم تبریک میگم. البته حالا پرسش هایی منم متقابلا تبریک عرض میکنم و میگم نوروز پیروز و امیدوارم امسال سال پیروزی ما باشه و خداوند جوانان عزیزمون رو از ما نگیره و نگرشون داره تا به همت اونا ایرانی آزاد به زودی داشته باشه. حتما حتما خواهیم داشت. من اجازه بفرمایید که پس شروع کنم. بانو آرزو، بانو رها و منصور عزیز. منصور جان شما یه لحظه صبر بکنید، اجازه بفرمایید اول بانوان گفتگو کنم و بعد من حضورتون عرض کنم با میکروفون تقدیم شما میکنم. از همه عزیزان خواهش میکنم فقط بلند صحبت کنید که مثل هفته گذشته که مصاحبه میکردیم با بانو هاله صدا کمی چیز نباشه، ضعیف نباشه. سعی کنید یه مقداری بلند صحبت بکنید که هم واضح بشنوید و همین که صدا خوب پخش بشه. بانو رها لطف بفرمایید، میکروفون با شما و بعدم میپردازیم به سایر دوستان. بانو رها بفرمایید، خواهش میکنم. خب اجازه بفرمایید بانو آرزو اگه شما تشریف دارید. بانو آرزو هستید شما؟ بفرمایید. اوکی، سلام و درود دارم خدمت یکایک عزیزان، امیدوارم صدای من خوب بیاد. اوکی، قبل از هر چیزی بگم که یک جناب خانم نشاط گرامی عزیز، خیلی خوشحالم که شما رو در این جمع میبینم. من یکی از کسانی بودم که خیلی مشتاق دیدار شما در این سایت بودم و خواهشم کردم. صدا خوب هست؟ صدا نوشتن صدا کمه. صدا خوبه. اوکی، تشکر میکنم. میخوام قبل از هر چیزی به روان پاک پدر بزرگوارتون که شخصی بود ایران دوست، وطن خواه، تیمسار نشاط درود بفرستم. همیشه برای ما عزیز هستن و نامشون همیشه که خواهد موند و اگر نیستن در کنارمون در قلبمون جا دارن، چرا که در راه ایران جان باختن. تشکر میکنم که اینجا هستید، افتخار میکنم به وجودتون و شخصا خیلی هم دوستتون دارم. من در فیسبوک شما رو دارم با نام شاهپوری. خوشحالم که این شما رو اینجا میبینم در هر صورت و
افتخار میکنم به وجودتون. واقعا زبونم بند اومد از گفتن اون چی که دلم میخواد. از خوشحالیست، از خوشحالیست. میدونم چقدر فعال هستید و زمان میگذارید و نشون میده شما فرزند یگانه اون پدر عزیز هستید. تشکر میکنم. خواستم درودی داشته باشم خدمتتون. خوشحالم در جمعمون هستید و افتخار میکنم به وجود عزیز شما و پدر گرامیتون. سپاسگزارم. مرسی. من میکروفون آزاد میکنم. در ضمن نوروز بر شما خجسته باد. خب سپاس از شما بانو آرزوی گرامی. سرکار بانو نشاط اگر صحبتی هست بفرمایید. درود بر سرکار خانم آرزو عزیز. این افتخاریه که جناب احمدی باعث شدن به من این افتخار رو بدن در حضور همه شما عزیزان وطن پرست باشم. پدر من یک سرباز بود، گرچه دلم به حتی بعد از 38-9 سال که میگذره برای ایشون خیلی تنگ میشه. گاهی در تنهایی خودم اشکی هم برای پدرم میریزم، ولی پدر من یک سرباز بود و به ما یاد داد که یک سرباز واقعی همیشه جان بر کف دستش جانش، و از این که در راه ایران و ایرانی جان سپرد هم خودشون خیلی خوشحال بودن و هم ما خوشحال و سربلند هستیم. به خصوص وقتی شما عزیزان رو صداتون رو میشنویم، این یک دلگرمی بسیار بسیار زیادی برای ما هست. وقتی میگم ما، یعنی خانواده تمام جانباختگان نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و راه آزادی ایران. من بی نهایت از شما سپاسگزارم. نوروزتون خجسته و پیروز و افتخاری که در کنار شما باشم. از جناب احمدی هم کمال سپاس رو دارم. خواهش میکنم. باعث افتخار ماست که امشب با شما یک چنین، عرض کردم مصاحبه نیست، گفتگوه و درد و دل. چون الان تعدادی از دوستان ما که اینجا هستن مثل جناب آقای جناب سرگرد بهمن در لندن که و عده دیگه از بچه ها، خب خانواده‌هاشون نظامی بودن و حضورتون عرض کنم یک فضای خیلی زیباییست. به هر حال منم از شما سپاسگزارم. منصور جان اگر شما آماده هستید و من هستش دورم، آقا منصور عزیز اگر هستن که بریم صحبت شما هم گوش کنیم. چون بله بانو آناهیتا اگر شما تشریف دارید بفرمایید، گوش کنیم به بانو آناهیتا. با درود به دوستان گل، با درود به سرکار بانو نشاط عزیز، و من هم به عنوان یک عضو بسیار بسیار کوچک این خانواده میهن پرستان کمال افتخار رو دارم که در خدمت عزیز بزرگواری که یادگار چنان مرد میهن پرست و گرامی هستند رو مراتب خوشحالی خودم رو عرض میکنم. خیلی خوشحالم، خیلی افتخار میکنم که در شما هستم و در جمع ما هستید، و از رضای عزیز خیلی سپاسگزارم که این امکانات رو فراهم کرد که ما بتونیم با شما صحبت کنیم. یاد همچین کسایی که برای میهنشون جانشون رو دادن همیشه گرامی خواهد بود، و بدونید که افراد این چنین هرگز نخواهند مرد و اونها در قلب ما زنده خواهند بود. مرد آن است که نامش به نکویی نبرند، و من مطمئنم و ایمان دارم که به زودی در کشور آزاد خودمون، در ایران عزیزمون، یاد مردان بزرگ رو مانند تیمسار نشاط و بقیه بزرگواران رو در کشور خودمون بزرگ خواهیم داشت. روز روزگارتون خوش، و من در خدمتون هستم و با کمال میل صحبت‌های شما رو پیش می‌کنم. سپاسگزارم.
مرسی مرسی از شما بانو آناهیتای گرامی. بچه ها لطف کنید یه مقداری بلند صحبت کنید، صداهاتون خیلی خیلی ضعیفه و ضعیف ضبط میشه. بانو نشاط خواهش من بفرمید. با درود مجدد خدمت سرکار خانم آناهیتای عزیز، این افتخار بزرگیه که در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم روزی بتونیم هممون در ایرانی آزاد که به زودی خواهد بود دست در دست به هم بدیم و اون ایران زیبا رو زیباتر بکنیم. البته الان که زیبایی وجود نداره، ولی در آینده نزدیک 100% این زیبایی وجود داره. و بی نهایت سپاسگزارم از این همه بزرگواری و حسن نیت نسبت به پدرم، نسبت به من و خانواده جانباختگان نیروهای مسلح شاهنشاهی. مرسی از شما. عرض کنم حضورتون دوستان یه مقداری فقط سریعتر، چون من میبینم تعداد دستا خیلی بالاست. آقا منصور اگر شما هستید، یا بانو رها شما تشریف آوردید، بانو رها اگر هستن و میتونن صحبت کنن لطف بفرمید. بچه اسم رو که میارم لطفا یه عدد دوی لطف کنی که من بدونم آمادگی داری. بله آقا منصور هم که مثلی که صدای منو ندارن. آقای اسماعیل شما اگر هستید لطفا. بله بفرمی. با درود به تمام عزیزان و همینطور بانوی نشاد عزیز که امروز ما رو سرافراز کردین و تشریف آوردین تو این روم. خلاصه من به سهم خودم خیلی خوشحالم و خیلی میبالم و افتخار میکنم به همیهنانده شما. قبل از باید بگم که روز شما و تمام خانوادتون و تمام عزیزانی که هنوز ندیدنشون. من یه سوالی داشتم بانوی نشاد عزیز، شاید در جواب اون شما بتونید منو یک مقداری راهنمایی کنید. مبنا بر این که مدارکی که ویکی‌پدیا همین چند وقت پیش خارج کرده، داده بیرون، علنی شده، مبنی بر این که قبل از اینکه شاهنشاه آریامهر از کشور خارج شود، تمام امیران و سران امیران و ارتش اعلام موافقت کرده بودند که اولین رئیس جمهوری که میخواستن انتخاب کنن به خمینی اعلام کردند که ما موافقیم و سفیر امریکا به کاخ سفید اعلام کرد و این به شکل شوارتز و به قول معروف سفید و سیاه مدارک علنی الان دست همه هم هست. اما ریز صحبت ها به چه شکل بود اینا اگه لازم باشه میشه به قول معروف بیاریم و بذاریم رومیز که بتونیم بخونیم. میخواستم بدونم که این واقعا حقیقت دارد؟ خب این مدارکی هست و نمیدونم اعلام که میکنن. آیا قبل از خروج شاهنشاه امیران کشور موافقت کرده بودن، یعنی پشت به شاهنشاه کرده بودن؟ این حقیقت دارد یا نه؟ و از زبان خود شما مخواستم بشنوم. خیلی متشکرم. بفرمی میکازد. خیلی خوب. مرسی آقای اسماعیل. سرکار بانو نشاد بفرمی خواهد. با درود خدمت جناب آقای اسماعیل عزیز، از اینکه در خدمتتون هستم باعث افتخاره. قربون من اینو خدمتتون عرض کنم که ارتش هیچ وقت پشت به اعلیحضرت نکرد، مخصوصا گارد شاهنشاهی و گارد جاویدان هیچ زمان این کار رو نکرد. یه سری از فرماندهان جمع شدن، نامه‌ای رو امضا کردن که ارتش با نخست وزیره و بعد زمانی که آقای خمینی اومد امضا کرده بودن که ارتش کاری انجام، یعنی
بر ضد اون دولت بلند نمیشه. ولی پدر من جزء اون امضا کننده ها نبودن. اون امضاها پدر من شخصی بود که امضا نکرد اون رو که بگه اتحاد با این دولت یعنی با مال خمینی. ولی من اطمینان 100% خدمتتون میدم که گارد شاهنشاهی و گارد جاویدان همه تا آخرین لحظه پشت شاهنشاه یا مهر ایستاده بودن. ولی متاسفانه همونطور که مستظر هستید چون سلسله مراتبی در ارتش وجود داره، اگر کاری هم میخواستن بکنن بایستی که با مافوق خودشون در میون میگذاشتن تا به رده های بالاتر برسه و اون کار انجام بشه یا نشه. که متاسفانه دو تا خائن بزرگ قرباقی و فردوست اونجا بودن که هر تصمیمی اگر تیمسار بدرایی یا پدر من میگرفتن بایستی که از طریق تیمسار قرباقی میگذشت و بعد قرباقی به فردوست میگفت و فردوست آخرین کسی بود که اون رو تایید میکرد یا تکذیب میکرد. ولی من اینو خیلی محکم خدمتون عرض میکنم که ارتش پشت شاهنشاه آریامهر تا لحظه آخر وایستاد. بله، سپاسگزار بانون نشاط، بسیار کامل و عرض کنم واضح و روشن. بانو رها بفرمید صحبت های شما رو عرض کنم گوش کنیم. بانو رها خواهش میکنم. خانم شیرین نشاط عزیزم، درود بر شما و درود به روح پرفتوه پدر شما و همه جانباختگان راه میهن. مشخص است که یکی از فعالین راه آزادی وطن هستی و به تبع در جریان اوضاع وخیم وطنمون هستی. آینده رو چطوری میبینین؟ منظورم آینده نزدیکو. چقدر به نجات ایران امیدوار هستی؟ و بیشتر دلم میخواست بدونم آیا شما با ارتباطاتی که با هموطنان دارین فکر میکنین این روشن فکران در خواب غفلت رفته ما از خواب بیدار میشن و اتحادی صورت میگیره؟ ازتون سپاسگزاری میکنم برای اومدنتون به جمع ما و میشنوم جوابتون رو. موفق باشید. میکری. مرسی بانو رها، خیلی متشکرم. سرکار بانو نشاط، خواهش من بفرمید. درود مجدد خدمت شما سرکار خانم رها، افتخار منه که در خدمت شما عزیزان باشم. خبرهای بسیار خوشی در راه و الان در حال حاضر من به نوبه خودم و خانواده جانباختگان نیروهای مسلح شاهنشاهی خدمت همه عزیزان عرض میکنم، ما با هیچ گروهی هیچ دسته دشمنی نداریم، باید اتحاد داشته باشیم. اصلا مسئله این نیست که عقاید شخصی ما چی هست، باید برای آزادی مملکتمون کوشا باشیم و 100% خبرهای خوش و بسیار بسیار زود آزادی ایران، رهایی از این لجنزار برای ما هست، راه ما هست و همه ما بسیار بسیار خوشبین هستیم. ولی یک نکته رو باید یادآوری کنم. آقایون بسیجی، آقایون پاسدار، آقایونی که در دستگاه این لجن ها هستند، حالا بنابر میلشون یا اجبارشون، اینو باید بدونن ما هیچ گونه دشمنی با اینا نداریم. حتی منی که پدرم به دست اینها کشته شده، چون پدرم آدم بزرگوار و بخششکاری بود و خونش در رگهای منه، من امکان نداره
که کسی رو بخوام آزار بدم، اذیت بکنم، ولی در آینده ایران دادگاه هست، مردم تصمیم میگیرن. ما از هر عقیده سیاسی که هستیم باید در حال حاضر اتحاد داشته باشیم و بعد در مورد آینده ایران که به چه سمتی بره، پادشاهی پارلمانی باشه، جمهوری باشه و یا هر چیز دیگه، این بستگی به رأی مردم داره. هر کسی یک رأی داره و ما دیگه کشت و کشتار نمیخوایم. ما صلح میخوایم در اون مملکت. فرزندان ما گناهی نکردن. بچه‌هایی که ایران رو باید نگهداری کنن و حافظ ایران باشن گناهی نکردن. ما باید جاده رو صاف کنیم برای این عزیزان و تنها راه رهایی ما اتحاد با هم دیگه. بدون این که به هم بی احترامی کنیم یا بخوایم همو آزار بدیم. در حال حاضر باید اتحاد داشت و 100% این اتحاد صورت میگیره. این جوانهای ما هستن که باید پدر مادرها رو پوششون کنن، فشارشون بدن و بگن باید اتحاد باشه و ایران ما به زودی آزاد خواهد شد. خیلی زود، زودتر از اون چه که فکرشو بکنیم. دقیقا به زودی زود آزاد خواهد شد. آیریک جان اگر هستی شما، چون آیریک از ایران، صحبتشو گوش کنیم و بعد نوبت سایر دوستان. آیریک اگر صدای من رو داره. بله آیریک جان بفرمایید. با درود به یاران و همیهنان گرامی، با فراداشت درودهای گرم و میهن یارانه به بانو نشاط گرامی و عرض ادب، سال نو رو هم به سهم خودم شاد باش میگم. بسیار مایه سرافرازی ماست که ایشون هستن امشب. من این رو میخواستم بگم و اینکه پرسشی که دارم اینه که قبلش مقدمه‌ای بگم خیلی کوتاه. خوشحال شدم که میبینم فرزند یکی از بهترین فرزندان ایران، یکی از بهترین نظامیان ایران، اعلیحضرت رو با همین فرنام، اعلیحضرت رضا شاه دوم رو با همین فرنام یاد میکنن و این بسیار مایه خوشحالی ماست، مایه دلگرمی ماست که همچنان افراد وفادار به نهاد پادشاهی رو میبینیم و متاسفانه شاهد این هستیم که برخی از این ارتشی های قدیمی هستن که در برابر اعلیحضرت رضا شاه دوم شوربختانه کمی گستاخی میکنن و مثل اینکه ماموریت تاریخی خودشون رو فراموش کردن. ولی خیلی خوشحال شدم که وقتی شنیدم بانو شیرین نشاط به این خوبی از ایشون یاد کردن. و سوالی که حالا داشتم این بود که با توجه به این که شما فرمودید که اولا از بخشندگی پدرتون یاد کردید و در راستای فرمان اعلیحضرت شما هم به اتحاد میان مردم تأکید کردید و گفتید که قرار نیست کسی کشته بشه یا مسائلی از این دست، میخواستم ببینم این بینش شما و این نگرش شما چقدر بازتاب داده شده توسط رسانه‌های لس‌آنجلسی یا رسانه‌های به اصطلاح اپوزیسیون، چون این خیلی مهمه. ببینید به هر حال شما از نظر سیاسی شخص مهمی هستید، از نظر رسانه‌ای میتونید خیلی شخص مهمی باشید و بارها مثلا با شما مصاحبه کنن، بارها از شما دعوت بکنن. پدر شما انسان بسیار مهمی بوده، روانشون شاد و درود میفرستم به روانشون و یادشون جاوید. میخواستم فقط اینو بدونم که چقدر این رسانه ها همکاری کردن یا اگه نکردن دلیلشو چی میدونید. البته خودمون یک حدسی میتونیم بزنیم ولی خیلی دوست دارم که نظر شما. اوکی
سپاس پاینده ایران جاوید شاه گویانا رها میکنم. متشکرم از شما آقای آیریک عزیز ما. بانو نشاط خواهش میکنم بفرمایید. جناب آیریک عزیز درود بر شما، افتخار منه که در خدمتتون باشم و عزیزان. من چیزی پنهان ندارم. متاسفانه در لس آنجلس، من اجازه بفرمایید که این رو خدمتتون عرض کنم، حدود شاید از 20 سال پیش تا الان ما 21 فروردین رو به عنوان روز جانباختگان نیروهای مسلح شاهنشاهی برگزار میکنیم و میکردیم که از زمان شاهنشاه آریامهر این برنامه همیشه بوده. اولین نفری که در لس آنجلس سرود شاهنشاهی رو زد و با مخالفت خیلی ها و با تهدید خیلی ها روبرو شد من بودم، حتی تا پای جانم هم رفتم. ولی مسئله اینه که وقتی شما هدفتون یکی باشه، از این شاخه به اون شاخه نپرین، هیچ کس قدرت درگیری با شما رو نخواهد داشت. من به همون روالی که از 30 سال پیش شروع کردم به همون روال آمدم جلو. خیلی از آقایون نظامی بودن که میخواستن مثلا یه دونیشن بدن، یک کمکی بکنن برای برگزاری این برنامه ها. اگر من میدونستم که اینا خطا رفتن در زمان شاهنشاه آریامهر یا با این رژیم کثیف و تروریست همکاری دارن، اگر بالاترین مبلغ رو هم به ما دونیت میکردن، من اینو پس میفرستادم و میزدم تو صورتشون. چون ما باید بسیار بسیار محکم دنبال عقایدمون بریم. ما نیومدیم دل کسی رو خوش کنیم، نیومدیم که کسی ما رو دوست داشته باشه. ما احتیاج نداریم کسی ما رو دوست داشته باشه. ایران باید ما رو دوست داشته باشه. جوانان ایران، آیندگان ایران باید ما رو دوست داشته باشن. و من شخصا از هیچی دریغ نکردم. بله، در زمانی که آقای بهروز سورسرافی در تلویزیون بود یا قبل از اون، راه یه خود فرق داشت و مرتبا از من خواهش میشد که من در این تلویزیون ها برم برای صحبت، برای اینترویو و مسائل. ولی الان چندین ساله، چون خودم متوجه شدم که خب همه اینجا منو میشناسن در امریکا و خط منو میدونن چیه و منم که باید انتخاب کنم کنار چه کسی بشینم که باهاش حرف بزنم. اونا نیستن که منو انتخاب میکنن. من دعوت زیاد میگیرم برای مصاحبه، ولی الان تمام تمرکز خودم رو غیر از با آقای رضا احمدی با بقیه گروه روزنامه نگارا، تلویزیون دارا، چه در داخل امریکا چه در خارج امریکا در تماس هستم، ولی من بیشتر کار خودم رو تماس با میدیای خارجی گذاشتم، امریکایی گذاشتم و انتظاری هم ندارم که امروز به من بگن که بله مثلا شما بیا اینجا بشین حرف بزن. در یک تلویزیونی برنامه خریدن حدود 7-8 سال پیش بود که اونجا برنامه داشته باشیم و بعد از اینکه قرار بود برنامه شروع بشه، برنامه رو رو به ما بستن. من کسی هم که جناب احمدی میدونن، یه تقدیرنامه از اولیعظمه شهبانو دارم برای برگزاری 21 فروردین و من کسی هم که زندان افتادم اینجا در امریکا به خاطر
این که زمانی که خرازی اومده بود امریکا، من با 3 نفر درگیر شدم و پلیس منو دستبند زد و منو برداشت برد به زندان که 24 ساعت زندان بودم. و بعد خب البته میدیا رو خیلی پر کرد، ولی خدا سلامت بداره علیحضرت رضا شاه دوم، و ایشون باعث شدن که محبتشون شامل حال من شد که من از زندان آزاد شدم. متاسفانه عقاید من چون خیلی مستقیمه و من مادرم آذری بودن و پدرم یک سرباز بود و در سربازخونه بزرگ شدم، من نمیتونم از این شاخه به اون شاخه بپرم. خیلی ها ممکنه که دوست نداشته باشن این اخلاق منو، ولی برای من مهم نیست. برای من بچه های ایران مهمن، کسایی که در ایرانن مهمن. فرقی هم نداره که بسیجی باشه، پاسدار باشه، دشمن من باشه، دشمن پدرم باشه، ولی من میخوام ایرانم آزاد بشه برای فرزندانمون، برای آیندگانمون. برای من 4 تا روزنامه و تلویزیون لس آنجلسی مهم نیست. صدای من توی فاکس نیوز پخش میشه، صدای من توی هگمنن هگمن پخش میشه، صدای من از CNN میره بیرون. این برای من مهمه که مردم ایران منو بشناسن و سختی که عزیزان من در ایران میکشن بدونن که اونا چه میکشن. ما اینجا نیومدیم به شماها خط بدیم که چی کار کنیم. شماها توی ایران هستین، موقعیت رو خیلی بهتر از ما میدونید. ما میتونیم صدای شما رو به خارج از ایران برسونیم. دقیقا. این هم از ما خودمون که اینجا هستیم، با اینکه تلویزیون آریایی یکی از وطن پرست دای لس آنجلس هستش، ما همش دلمون تو تپ و تاپه که یه وقت خدای نکرده برنامه آقای رضا احمدی از بین نره، چون آدمایی مثل آقای رضا احمدی رو ما احتیاج داریم توی تلویزیون که با جوانانمون حرف بزنه. من در خدمتتون هستم. زنده باشید. تا اساتیدی مثل شما هستن ما شاگردها انجام وظیفه میکنیم. اختیار داره. زنده باشید. خب گوش کنیم به آقای پیروز. امیدوارم که پیروز عزیز ما، بله هستش. آقا پیروز بفرمایید، خواهش میکنم. با درود و خسته نباشید رضای عزیز. درود دارم به شما بانو نشاط عزیز و سال نو هم به شما و خانواده گرامیتون تبریک میگم. خیلی خوشحالم در جمع میهن پرستان هستید و شما به درستی تمام سوالا رو که دوستان کردن فرمودید پاسخ دادید. ولی خب یک سوالی من، چون که این برنامه امشب بیشتر به جنبه مصاحبه نداره و گفتگوان خودمونی هست، میخوام بپرسم آیا شما از زمان که اعلیحضرت از کشور خارج شدن تا زمانی که اون هندی زاده وارد ایران شدن، از پدر گرامیتون خاطراتی یا حرفی به یارتون هست که نگفتید در جایی و برای ما بگیره؟ الان ممنون میشم و باعث افتخار من که شما در ادلیست من هستید در فیسبوک. سپاسگزارم بانو نشاط. مایک آزاد. بانو نشاط بفهم. مرسی پیروز جان. با درود خدمت جناب آقای پیروز عزیز، سال نو به شما پیروز باد، نوروزتون پیروز، همینطور به خانواده گرامیتون. بله قربون. زمانی که من در ایران بودم و هنوز این هندیزاده به ایران نیومده بود، قرار شد که من برم به فرانسه و یه مدتی با خواهرم و مادرم برم اونجا، چون در اون زمان بانک ها بسته بود، پرواز ها بسته بود و برادر من مدرسه می رفت که بتونیم
پول تحصیل برادرم رو به مدرسهش بدیم. ما یک مسافرت یک هفته‌ای کردیم. من خاطرم هست زمانی که پدرم به من گفتن که من باید با مادرم برم، در این خاطره هم تلخ هم شیرین، من پدرم چون مسافرت زیاد می رفتن هیچ وقت ما گریه نمی کردیم، ولی یک احساسی در من بود که این آخرین دیدار من با پدرمه. کما اینکه همین هم شد، زمانی که پدرم رو بغل کردم که ببوسم و خداحافظی کنم ازشون، عشق می ریختم و تپش قلب من رو تپش قلب پدرم بود. قشنگ حس می کردم تپش قلبشو. و متاسفانه وقتی که ما رفتیم اونجا، به هر حال با هواپیمای نظامی هم رفتیم چون فرودگاه بسته بود. بعد از یه مدت کوتاهی شنیدم که تو تلویزیون فرانسه گفتن که پدرم در زندان هستن. هیچ وقت پدرم رو ندیدیم، هر چی رفتیم ندیدیم و خاطرات بسیار تلخی هست. ولی پدرم در وصیت‌نامه‌شون نوشته بودن که وصیت برای مادرم و برای ما چهار خواهر برادر کرده بودن و گفته بودن که یادتون نره که شماها باید انتقام جویی رو بذارید کنار، در صورت که ما خیلی جوان بودیم، اصلا به این نقطه تا امروز رو نرسیده بودیم. انتقام جویی رو بذارین کنار و فکر ایران باشیم. آخه ببینید تو رو خود چه انسان‌های والایی بودن اینا. دقیقا دقیقا. و بعد نوشته بودن که فکر انتقام جویی نباشید و سعی کنید ایرانتون رو بسازید و پشت شاهتون بایستید. کما این که پدر من، خب اون موقع علازه شاهنشاه آریامهر هنوز در قید حیات بودن و پدر من به هر حال تیربارون شدن مثل یک سرباز راسخ سربلند و ما خوشحالیم از این جریان، چون خودشون هم اگر این مسئله نمی شد پدر من 100% خودکشی می کردن، چون می گفت یک نظامی نمی تونه کاری انجام بده، فقط می دونه که تو ارتش چجوری باید کار کنه، چون همه اینا از مدرسه نظام رفته بودن تا به اون درجات عالی رسیده بودن و همه چی هم براشون فراهم بود که از ایران خارج بشن. این هم خدمتتون عرض کنم. ولی گفت من یک سربازم، تا آخرین لحظه زندگیم شاهنشاه آریامهر این مملکت رو دست من سپردن و من قسم خوردم و از ایران نمیام بیرون. ما اینا رو از پدرم یاد گرفتیم. پدرم درس میهن پرستی به ما داد. پدرم به ما یاد داد که وقتی اعتقاد داریم به چیزی از این شاخه به اون شاخه نپریم، چون راهمون درست بوده. پدرم بهشون زمانی که تلفن میشه، من در اتاق پدرم بودم، تلفن شد که پدرم به اعلیحضرت اطلاع بدن که مجسمه ایشون رو پایین کشیدن. وقتی که صحبت کردن و اعلیحضرت عرض کردن که اعلیحضرت مجسمه شما رو پایین کشیدن، چون اعلیحضرت مطلقا نمیخواست خونی از دماغ فرزندان ایران بیاد، مطلقا نمیخواستن. و گفتن چه امری فرمایید؟ اعلیحضرت گفتن هیچی، من این حق خوب دادمه که ایشون فرمودن عیب نداره تیم سال نشتم، اگر مجسمه منو بیارم پایین اصلا مهم نیست، یک قطره خون از دماغ فرزندان ایران نباید بیاد، ولی مطمئنم که بعدن مجسمه منو با طلا میسازن اونجا میذارن. این حرف مثل این که همین امروز همین لحظه پدرم داشت صحبت میکرد، من 38-39 سال تو گوشم و الانم
وظیفه ماست. شاهنشاه ما فرزندشو دست ما سپرده. بانو نشاط معذرت میخوام چون صدای یه لحظه قطع و وصل شد، لطف بفرمایید از اون تیکه که اعلیحضرت فرمودن که در مورد مجسمه اون رو یه بار دیگه تکرار بفرمایید، ممنونتون میشم. بله پدرم به اعلیحضرت تلفن کردن و خدمت اعلیحضرت عرض کردن که اعلیحضرت مجسمه شما رو دارن میکنن، دارن میندازن، ما چه باید بکنیم؟ اعلیحضرت هم فرمودند شما هیچ کاری نمی کنید، یک قطره خون از دماغ فرزندان ایران نباید بیاد. اگر این مجسمه رو الان می دازن مطمئنم که بعدها مجسمه طلای منو می زارن اونجا. و این گفته ها همیشه تو ذهن منه. فقط من یک خواهش از عزیزان، فقط به خاطر اینکه یه خود تجربه کردم توی این چیزا، البته خود خانوما و آقایون خیلی بهتر از من میدونن، ما باید اعلیحضرت رضا شاه دوم رو همونطوری که فرزندمون رو میبینیم ایشون رو ببینیم، همونطوری پیشتیبانی کنیم از ایشون، چون شاهنشاه ما خانوادهش رو به دست ما سپرد. دقیقا فرزندشو، ولیعهدشو، شاهزاده رو به ما سپرد. ما دیگه هرچی هم هر خیلی عذر میخوام از خانوم ها و آقایون بی سر و کله ها بخوان به ایشون تو این کنش، کلمه شاهزاده رو نمیتونن از ایشون بگیرن. بله بله، آخرین فرمایش سرکار بانو نشاد، آخرین فرمایش آریا مهرم همین بود که من ولیعهد نوجوان ایران را به ایزد توانا و ملت بزرگ ایران می سپارم، این آخرین اراده من است. دقیقا همینطوره جناب احمدی، و ما باید از ایشون حمایت کنیم. دقیقا باید، با چنگ و دندونم شده باید حمایت کنیم. من خود من تا به این سن رسیدم جز این که در خارج کار کنم و اجاره خونم رو بتونم بدم و عرض کنم خدمت بچم و مدرسه بذارم به عنوان یک مادر تنها، هیچ لذتی از زندگی نبردم. و تا از اداره اومدم بیرون تا ساعت 2-3 صبح نشستم پشت کامپیوتر و سعی کردم تا اونجایی که میتونم اطلاعات، اخبار، روشنگری ها، هر چی که ممکنه بیرون به اطلاع عزیزان خارج از امریکا برسونم. برای من کسایی که اینجا هستن همشون ارزشمندن، ولی هیچ کدوم ارزش بچه های ما رو در ایران ندارن، حتی خود منم ندارم. ولی هیچ راه دیگه جز همبستگی، اتحاد نداریم. اصلا نباید کار داشته باشیم که ایده و عقایدمون چی هست. اون مال زمانیه که ایران آزاد بشه و بعد مردم تصمیم بگیرن. و یک مسئله مهمی که من چندین و چند مرتبه توی فیسبوک گذاشتم و توی اینستاگرام و تبلیغ گذاشتم این بوده که هر کی یکی از این سران رژیم رو تحویل بده 25% ولی زنده تحویل بده، نگیرن کتکش بزنن، نگیرن از بین ببرنش، 25% از اموال اون شخص به شخصی میرسه که اینو تحویل داده. عجب طرحی. فکر میکنم خانوما و آقایونی که روی فیسبوک من تشکیل داشتن یا اینستاگرام من تشکیل داشتن این رو دیدن بارها. عجب طرحی، یعنی دیگه هیچ کدومشون نمیتونن فرار کنن. این جناب احمدی چیزیه که مرتبا من پخش کردم و گفتم و به هر حال این مسئله خیلی خیلی حیاتیه.
ولی خواهش کردیم که یه وقت نکنه خدای نکرده اینا رو بزنن، زجر بدن، اذیت کنن. نه نه، این کار ما نیست، این کار قوه قضاییه در ایرانی آزاد و مردم باید تصمیم بگیرن. یعنی طبق این طرح شما خانواده لاریجانی و خمینی و خامنه‌ای و رفسنجانی، اینا که بیشتر از همه پول دزدیدن، اینا دیگه هیچ جایی نمیتونن برن. دقیقاً چون 25% از پول لاریجانی اگه بخواد به یه نفر برسه، اون خودش برای خودش میتونه یه جزیره بخره. دقیقاً همینطوره. اینو بارها ما پخش کردیم و از عزیزانی که حاضرن روی الان میشنون صدای منو، تقاضا میکنم اینو فوروارد کنید به ایمیل ادرساتون، به فیسبوکتون، یا از روی فیسبوک من وردارید، یا هر جور که خودتون صلاح میدین. چون ما دیگه جنگ و کشتن و کشتار و اینا نمیخواییم، برای روحیه جوانانمونم خوب نیست، ما جوانان سالم میخواییم. بخواییم در آینده ایران شاد باشن، سلامت باشن، به مملکتشون برسن و اونطور که میخوان ایرانشون رو اداره کنن. از من که گذشته دیگه، جای شما عزیزانه، من در خدمتتونم. زنده باشید، سپاسگزار از شما. جناب بهمن عزیز، اگر تشریف دارید که صحبت های شما رو، بله خواهش میکنم بفرمید. بانو نشاط گرامی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. مقدمتون رو به روم میهن پرستان ایران گرامی میدارم. پدر شما از عمرای پاک، جان باخته، با شرف، میهن پرست و شاه دوست بود. ببخشید چون من احساسم رو نمیتونم نسبت به ایشان نگه دارم. من چند روز رو در زندگیم هرگز فراموش نمیکنم. روز 26 دیما که پادشاه هم از ایران خارج شد، روز 22 بهمن که شورش هندیزاده به ثمر رسید، روز 9 فروردین که خودم رو دستگیر کردم، روز 22 فروردین که اعدام عمرای رستمگونی ایران رو انجام دادم، روزی که تیمسار نشاط رو اعدام کردن، یعنی 22 فروردین، من در زندان اوین. خیلی از عمرا، سرهنگ ها، همدورهای من، از من ارشدتر، عشق می ریختن به این امیر، دقیقا مثل اعدام تیمسار جهانبانی. من فقط یک خاطره از پدر شما رو عرض میکنم و بسنده میکنم به این که ما نمیتوانیم سپاس بگوییم به خون این عزیزان. من همیشه در صحبتام، اول صحبتام، درود میگویم به روان پاک جانباختگان راه میهن که سینه های فراخشان را آماج گلوله ها کردند تا ایرانمان همچنان زنده و پایدار بماند. و جهانبانی یکی از اون جانباختگان راه میهن است. تیمسار جهانبانی، تیمسار نشاط به همراه تیمسار روانشاد بدری از طراحان رژه چند روز قبل از پیروزی این شورش در ایران بودن و نظرشون هم این بود که نشان بدهند
که هرچند پادشاه دست رفته ما از کشور خارج شده است، اما ارتش شاهنشاهی ایران هنوز آماده است برای دفاع از کشور و قانون اساسی آن، و این افتخار است برای ما نظامیان. من اینجا سر تعظیم فرود میارم به پدر شما، به تمه جانباختگان راه میهن، به کلیه جانباختگان سرباز تا ارتش بوده ارتش شاهنشاهی ایران، و افتخار میکنم به شما که راهتون رو مسررانه، مستقیم و بدون انحراف تا امروز ادامه دادید. شما درست میفرمایید، وظیفه ما فقط و فقط اتحاد است و پشتیبانی از اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم. روشنگری در مورد شایعاتی که در اطراف حرکت‌های امریکا به نفع ایران، یعنی به نفع ملت ایران، نه به نفع رژیم منحوس ملایان، باید اینها رو روشنگری کنیم، باید اینها رو بفهمونیم که همه چیز دروغ است. کفگیر جمهوری جهل جنون و جنایت به ته دیگش خورده است. اینها رفتنی هستند، اینها ماندگار نیستند، و ما به زودی همونطور که شما فرمودید مجسمه اعلیحضرت محمد رضا شاه شاهنشاه آریامهر ایران پدر رو از طلا در هر میدانی خواهیم گذاشت. شاد و پیروز و موفق. خب جناب بهمن عزیز، از نظامیان کشورمون، از عزیزانی که ایشون هم در لندن مانند سایر نظامیان به فعالیت خودشون ادامه میده، سپاسگزار شما. بانو نشاد اگر صحبتی هست بفرمایید. جناب بهمن عزیز، خیلی صدای نازنینتون رو شنیدم، بی نهایت سپاسگزارم از این همه بزرگواری شما و دیگر عزیزان نسبت به پدرم، و همینطوره که دقیقا فرمودید با شما 100% موافقم، فقط اتحاد. بی نهایت سپاسگزارم. به امید ایرانی آزاد. به امید ایرانی آزاد. سپاس از شما بانو نشاط گرامی. آقا منصور، اگر امیدوارم که بتونی میکروفون رو بگیری. آقا منصور ما از پاکستان، که صدایشون رو بشنویم، صحبتایشون هم بشنویم، اگر نه که چون مشکل هست دیگه، مشکل اینترنتی هست. بانو پوراندخ اگر شما تشریف دارید. بانو پوراندخ اگر تشریف دارید لطفا میکروفون رو شما. خب بله بفرمایید، یک کمی سریع خواهش میکنم. بانو پوراندخ صدا اصلا نمیاد، اصلا صدا نمیاد، بسیار 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 صدا ضعیفه. حضورتون عرض کنم که بانو نشاد، یکی از دوستان اتفاقا از لس آنجلس هم هستن، پرسیدن که اگر شما فرزند تیمسار نشاد نبودی آیا همچنان فعالیت سیاسی میکردید یا خیر؟ یعنی چون شما فرزند ایشون هستید فعالیت میکنی؟ یعنی ایشون میفرمان که من اگر شما دختر تیمسار نشاد نبودی 100% میکردم. ایران خونه منه، هموطنان من خون من هستند. البته من خیلی چیزا رو از پدرم و مادرم یاد گرفتم،
و این راه و رفتن رو از پدرم و مادرم یاد گرفتم. اگر پدر من هم تیمسار نشاط نبودن، چون این راه رو یاد گرفته بودم 100% بدون شک، بدون شک برای آزادی ایرانم و فرزندان ایران هر کاری که از دستم برمی آمد انجام می دادم. آفرین. البته اینو خدمتتون عرض کنم، من این فعالیت رو به خاطر ایرانم می کنم، به خاطر فرزندان ایران می کنم، به خاطر فرزند خودم می کنم، و چون پدرم و مادرم به من گفتن که باید این کار رو بکنم، تا آخرین قطره خونم هم مال ایران و ایرانیه و حتما این کار رو میکردم. اگر ایشون در لس آنجلس پشت دارن و این سوال رو میکنن، دیگه ایشون باید خیلی خوب منو شناخته باشن. بله میشناسم. بله مخصوص دارم این سوال کردن که دوستان ما بدونن که بانو نشاط فقط به خاطر اینکه فرزند تیمسار نشاط هستن فعالیت نمیکنن. ایشون شما رو خیلی خوب میشناسن و خیلی هم بهتون احترام دارن و به شما خیلی محبت دارن. زنده باشید. گوش کنیم. امیدوارم پوراندخت عزیز ما صدای میکروفونشون درست شده باشه که ما گوش کنیم. دوستان عزیز بیش از یک ساعت داره میشه و بانو نشاط هم خوب خسته میشن. پوراندخت خانم اگر تشریف دارید لطفا خیلی سریع میکروفون که صدای شما رو هم بشنویم، صحبت‌های شما رو هم گوش کنیم. حالا باید صدام باشه. هست؟ بله، بله. درود به شما بانو نشاط بسیار گرامی. نوروز پیروز و سپاس که در جمع ما هستید و سپاس از جناب رضا احمدی گرامی که با دعوت از شما این فرصت را به ما دادن که با شما گفتگویی داشته باشیم. بانوی گرامی، من هم فرزند نظامی هستم و خوشحالم که امشب با شما گفتگو داریم. همینطور که فرمودین، تیمسار نشاط گرامی زنده یاد، اون ورقه رو امضا نکردن. اون ورقه رو 27 امیر ارتش امضا کردن. اسامیشون هست، امضاهاشون هست و زنده یاد تیمسار نشاط. یک نظامی بودن که میهن پرست و پایبند اون سوگندی بودن که یاد کرده بودن، امضا کرده بودن. شوربختانه دیگران این کار نکردن و کشور اینجور رو به انحطاط رفت و پدر گرامی شما یک قهرمان بودن، به راستی یک قهرمان، قهرمان سرو قامتی که ایستاده مرد، زیرا که سرو ایستاده میمیرد. در فردای آزاد ایران نام پدر شما چون ستاره بر تارک ایران زمین خواهد درخشید و آیندگان به نیکی از پدر گرامی شما یاد خواهند کرد. روانشان شاد و یادشان همواره گرامی باد. باید هم از چنان پدری چنان دختری ما به وجود شما افتخار میکنیم و به راستی من امشب خوشحال شدم که با شما گرامی صحبتی داشتم و صحبتهای شما بسیار دلگرم کننده، بسیار میهن پرستانه و به راستی مباهات میکنم به شما گرامی. من بیشتر از این وقت روم را نمیگیرم. سپاس از شما دیگر بار که تشریف آوردین. سپاس و سپاس. من میکرو آزاد میکنم. بانو پوراندخت گرامی، خیلی متشکر از شما. بانو نشاط شما بفرمایید. درود به سرکار خانم پوراندخت بسیار عزیز که چه اسم زیبایی همانند خانم های دیگه ای که افتخار صحبت
کردن باشون رو داشتم دارید. علل خصوص اسم مادر منم پوراندخت بود. هرکیشون خوابیده به قول ایرونیا خاکشون عمر شما باشه. و چقدر خوشحالم که فرزند یک سرباز هستید و سپاسگزارم از این همه مهر و محبت شما و خوشحالم که شما در جریان اون امضاها هستین و اقلا برای دوستان خیلی واضح میشه که من خیلی خودمونی و خیلی درست در مورد هر چیزی که داریم صحبت میکنیم خیلی مخلصانه در خدمتون هستم و باهاتون صحبت میکنم. بی نهایت سپاسگزارم از این همه مهر و محبت شما. ولی جناب احمدی، از جناب علی هم یه سوال دارم. تمنا میکنم شما از خانما و آقایون که مخالف ما هستن کسی در اتاقتون مثل این که نیست؟ گهگاهی تشریف میرن اما امشب خدا رو شکر تشریف نیاوردن. چون اینجا به حال جای سربازان میهنه دیگه، جای مزدوران که نیست. بعد گهگاهی هم که تشریف میارن خب ما هم مورد به حال لطف و عنایت و محبت خودم قرارشون، من همیشه مورد لطف ملوکانه خودم قرارشون میدم وقت تشریف میارن. واقعا من احساس کردم که امروز برای اولین بار، چون با خارجی که مصاحبه میکنین کلی باید فکر کنین که چی میخواد ازتون بپرسه راجع به مملکتتون، راجع به طوری نباشه که خدای نکرده سرشکسته در از الان بشین، یا اگر که با رادیو تلویزیونا صحبت میکنین نمیدونین چی میاد رو خط، نمیدونین چی میخواد شما چیزی بگه، ولی امشب من احساس کردم واقعا در منزل خودم هستم. بله دیگه، اسم شما هست. سپاسگزارم از شما و خانوم ها و آقایونی که در این اتاق تشریف دارن که یه همچین احساس قشنگی رو بعد از سالیان سال به من دادن. واقعا سپاسگزارم. بانو نشاط، 14 ساله که حضورتون عرض کنم که ما با چنگ و دندان این فضا رو به وجود آوردیم. البته الان خیلی از دوستان به دلیل اینکه خب نوروز هست تشریف ندارم، ولی من اگه بخوام الان دونه دونه بگم حضورتون عرض کنم که بانو مهشید چرچش، دکتر بانو مهشید هستن اینجا از دوسلور، سرکار بانو سریا هستن، خودشون از سازمان زنان هستن در لندن، یک بانوی بسیار بسیار مبارز و بسیار نازنین در ردیف شما و همه عزیزان. عرضم به حضور شما کوچیک همه هستم، شما بزرگوارید. عرض کنم دوست دیگر اون که مأمور به اصطلاح سایت هست، صداها رو ضبط میکنند و پخش میکنند و به اصطلاح مدیر صدا و سیمای ما هستن، آقای خیام و خانم مرجان هستن که البته به اتفاق خانوادهشون نشستن، آقای جاوید هستش از ایران، سرکار بانو زنا هستن که از خاندان قدیمی هستن در لس آنجلس که خانوادهشون خیلی از نظامیان قدیمی هستن، پدرشون هم از عمرای ارتش شاهنشاهی ایران بودن و جزو اعدامی ها. دوستان دیگری هستن، آقای شوق دیدار از هنرمندان روم ما، تالار ما، و آقای همایون هنربخش، ایشون هم از فعالین سیاسی هستن در لندن، و سرکار بانو دریا هستن، ایشون هم از میهن پرستان، و خیلی واقعا خیلی هستن که با حضورتون عرض کنم زحمات زیادی ما این خونه رو نگه داشتیم. ولی خب چرا، جمهوری خواهانی که تشریف میارن گفتگو میکنن، منتها دوامشون زیاد نیست، یعنی بیش از 4-5 دقیقه دوام نمیارن اینجا در کنار ما. درست میشستم خدمت تمام همکاران شما، کسایی که در این اتاق هستن و به شما کمک میکنن، به من کمک میکنن، یاری میدن تا صدای من در این جایگاه بسیار زیبا و وطن پرستانه پخش بشه. به همگی درود مخصوص میفرستم و سپاسگزارم از تک تک شماها. لطف دارید، ما هم از شما سپاسگزاریم. باور بفرمایید که این برنامه و برنامه‌ای که عرض کنم داشتیم 2 هفته پیش حدودا، ما
با بانو حاله واقعا با استقبال بی‌نظیری روبرو شد و حقیقتش برای خود من که اینقدر سوال اینا نوشتن که دیگه برای خود من غیر قابل تصور بود، در اینکه ما تعداد زیادی حدود 80 نفر تا به امروز باشون گفتگو کردیم در طول این سالها، اما این استقبالی استقبال حقیقت میگم بانو نشادی استقبال بی‌نظیری بود. چشم میپرسن. البته یه هنرمندی هم ما اینجا داریم که ایشون به اسم عرض کنم اسم اون خامنه ای رو خودش گذاشته به نام علی شیره‌ای که ما اون هم در پایان ازشون میخوایم که تشریف بیارن بالای 2 دقیقه هم ایشون برای رفع خستگی یه گفتگوی خواهند کرد و شما هم خواهید شنید و برای ما و در انتهای برنامه بد نخواهد بود. بگذاریم. آقا منصور اگر شما هستید، آقا منصور ما از پاکستان تفلک یه مقداری مشکل اینترنت داره. آقا منصور بفرمید لطفا ما صحبت های شما رو گوش کنیم، امیدوارم که صدای شما باشه. بفرمید. عرض ادب و احترام و خسته نباشید. صدای من در روم هست. درود دارم خدمت بانوی گرامی، بانو نشاط و روح پدر گرامیتون شاد. البته هر ایرانی واقعا تو ایران از این جمهوری اسلامی ننگیم، در حال یک ضربه خورده و احتیاجی نیست دیگه بگیم. من جمله مثلا خود بنده برادرم اعدام کردن و کلن تو فامیل خودم 36 اعدامی داریم و ولی واقعا خوشحالیم که در جمع شما هستیم و افتخار میکنیم که پرچم دار آزادی ایران بانوان ایرانی هستن در این موقعیت از زمان و امید روزی که ما بتونیم دنبال روی اهداف شما باشیم و بتونیم اهداف شما بانوان را تو ایران هرچه بیشتر نشر بدیم بین خانواده هامون، به خصوص دوستامون، آشنایانمون، برای هرچه زودتر به نتیجه رسیدن. و من ایمان دارم که به زودی، یعنی تو همین 6 ماه اول سال، جمهوری اسلامی سرنگون شده است. یعنی الان رفتن اینا، به قول آقای احمدی میخ تابوتشون کوبیده شده است. منتش بلند چیز سراخ موش پیدا نکردن که در برن، رفتنی هم. و واقعا من شخصا و خدا بیامرزه برادرم رو که اعدام کردن، واقعا وقتی که شاه رفت گیریه میکرد و اون برادرم میگفت که سیروس پدرمون رو بردند، باور کنید که پدرمون رو بردند، ای کاش پدرم میمرد و پادشاهمون میموند. والله این سخنیه که از دهنش در اومد. و درود به تمام امیران ارتش، به خصوص جوان مردی، شیر مردی مثل جناب نشاط که با شهامت دلیرانه پای آزادی ایران ایستادن. از شما سپاس گذارم و اگر که راهی هست که ما میتونیم کنار شما خدمت کنیم، لطف کنید بفرمایید. ما مخصوصا من در پاکستان واقعا روزی 18 ساعت تایم دارم برای نشر افکاری که بتونه به آزادی ایران کمک کنه. بسیار سپاسگزارم و بازم درود میفرستم به روان پدر گرامیتون و تمام جان باختگان میهن آریاییمون. سپاسگزارم. جاوید شاد تا زنده‌ام. درود بر خاندان پهلوی، درود بر پادشاه ایران رضا شاه دوم، پهلوی سوم، و درود ویژه دارم خدمت آقای احمدی و تیمی که لطف میکنند و شما بزرگواران را اینوایت میکنند و ما با استقبال، با خوشحالی و شادی
و نیرو بگیریم، واقعا نیرو بگیریم که شما عزیزان فعالیت و فعالیت میکنید تا ما بتونیم ایرانی آزاد برای فرزندانمون داشته باشیم. تا حالا هرچی بود واقعا جوانی نکردیم، زندگی نکردیم، ولی از حالا نه قصد داریم کسی رو بکشیم، نه قصد داریم انتقام بگیریم، میخوایم همه را به دوش خودمون بگیریم تا فردای آزاد بچه همون دستشون به خونه هیچ کسی آلوده نباشه. اهداف پادشاه همون بار کنیم، رضا شاه دوم، پهلوی سوم و درود بر شهبانوی ایران، شهبانو فرای پهلوی. سپاسگزارم از شما بانو شیرین گرامی، بازم روی پدرتون شاد. هزاران بار سپاسگزارم و مایک آزاد. بخشی از شما آقا منصور از پاکستان. علی جان اگر شما هستید در این یکی دو دقیقه آخرم که صدای شما رو بشنویم. بانو نشاد اگر فرمایشی هست بفرمایید. من اگر اجازه بدید درودی بفرستم خدمت جناب آقای منصور. نوروزتون پیروز و متاسفم برای از دست دادن برادرتون. روحشون شاد. باور بفرمایید در دنیایی هستن که بهتر از دنیای ما، علل خصوص که اعلی حضرت و والا حضرتین و کلی نظامیان غیور و افراد وطن پرست در اونجا هستن. به هر حال از تمام محبت ها و بزرگواری جناب علی بی نهایت سپاس گذارم. ممنون از شما بانو نشاد. علی جان برای بفرمایید خیلی کوتاه که شما هم خواستید صحبت بکنید، بفرمایید کوتاه. بنده هم به نوبه خودم عرض ادب دارم خدمت سرکار بانو نشاد و همه عزیزان در تالار و این نوروز جمشیدی را به شما و خانواده ارجمندتان شاد باش میگویم. هر کسی یک راه و روشی برای مبارزه داره، من هم روش علی شیرای انتخاب کردم بانو نشاد، هرچند میدانم بسیاری از میهن پرست ها از این صدا بدشون میاد، ولی خب چیکار کنیم که دستمون کوتاه و خرما بر نخیل، ما هم به این شکل داریم مبارزه میکنیم. البته بنده صدای خود اون خمینی ابرو کمون رو هم در میارم، جناب رضا و عزیزان میدانن و امیدوارم بسیاری از دوستان به بنده پیشنهاد دادن که در این تلویزیون های لجنجله شرکت کنم و لااقل نیم ساعت یک ساعت، چون واقعا بسیاری از اینها هیچی میهن پرست نیستن بلکه خلایی هم هستن در راه و روش و منش خاندان پهلوی، ولی خب ما اگر بتوانم واقعا یک تلویزیونی باشه که هدفش مانند تلویزیون ایران آریایی بتونه این کارو بکنه، من با جان و دل حاضرم مثل همه جانباختگان راه آزادی، کسانی که برای ایران عزیزمان به قول رضا شاه دوم پهلوی سوم آنها رفتن تا ما بمانیم، بنده هم حاضرم جان ناقابلی دارم به قول علی شیره این را اهدا کنم ولی بتوانم کاری که دارم، پیروزی که دارم رو انجام بدم. خاطره دارم از امام در فرانسه. ما زمانی که در امام بودیم در فرانسه ایشان خواستن که سماور برقی رو بانو نشاد با کبریت روشن کنن. بعد احمد رفت جلو گفت بابا این سماور برقی نفتی نیست. همونجا خمینی دستشو مشت کرد گفت لاکن نه شرقی نه غربی، فقط سماور برقی. خداوند انشاءالله که این سماورهای برقی هم از بین برد. همه شماها زحمت کشیدید. سپاسگزارم. بنده از اتاق فرمان اشاره کردم وقتم تموم، پاینده باشین. امیدوارم که لبخندی هم بر روی لب‌های شما تونسته باشم بنشونم. سپاسگزارم. پاینده باشید و پاینده تمام خاندان و خانواده عزیزانی که زحمت کشیدن برای ایران و ایرانی. سپاسگزارم. مایکروفون خدمت شما. خیلی ازت ممنونم علی جان، خیلی خیلی متشکرم. بعد از آزادی ایران بدون شک و تردید میهن پرستان کارهای زیادی حتما دارن با
آخوندا. بانو نشاط گرامی، اجازه بفرمایید من از طرف خودم و همه عزیزان از اومدن شما بی نهایت سپاسگزاری کنم. ممنونم از این گفتگو. فرمایش شما رو گوش میکنیم، فرمایش پایانی با شما سراپا گوش. در ضمن عذر میخوام، دوستان از من پرسیدن که سایتتون هم لطف بفرمایید که بچه ها نگاه بکنن، ممنونتون میشم. حتما. سایت من هست www. دوستان بنویسید لطفا که رو صفحه زده بشه، بفرمایید. alinnashat.org. دوستان لطف کنن اینو بنویسن یک بار دیگه سرکار بانو. www.alinnashat.org. بله، این وبسایت منه که هم از طریق اون میتونن عکس عزیزانی رو که اعدام شدن یا نظامی هستن برام بفرستن، یا اگر مقاله‌ای هست برام بفرستن، ایمیل میخوام بکنن، هر گونه تماسی که میل دارن داشته باشن. بله، سپاسگزارم. شما بفرمایید، کلام پایانی با شما بانو نشاط. من جاد احمدی از جناب علی بسیار بسیار سپاسگزارم که این موقعیت رو به من لطف فرمودید در خدمت این عزیزان باشم، این وطن پرستان باشم. افتخار بزرگی، افتخار بی نظیری برای من بود و سپاسگزارم از تک تک بانوان و آقایان عزیز و به امید ایرانی آزاد و ایرانی آزاد. خیلی به هر چی زودتر اتفاق خواهد افتاد. حتما به زودی، به زودی بانو نشاط، به زودی با بسیار بسیار زود. بله به زودی با فقط بانو. اتحاد باید داشته باشیم، فقط اتحاد باید داشته باشیم. البته بانو نشاط این اتحاد هم داشته باشیم که خودتون میدونید دیگه، یه عده هستن به هر حال مثل مارمولک اینا به این اسم شیطنت میکنه، ولی باید حواسمون جمع باشه، خطمون مستقیم باشه، خودمون در درجه اول بدونیم که چه میخواییم، گول نخوریم و با همدیگه متحد باشیم تا روز آزادی ایران و بعد تصمیم بگیرن همونطور که علازر رداشای دوم فرمودن هرچی ملت بخوام. رأی ما که مشخصه، امثال ما که مشخصه، به هر حال اگر اونا هم کسی رو دارن میتونن واقعا به اندازه علازر رضا شاه دوم هستن، یعنی کسی رو ندارن، مطمئنن کسی رو ندارن. و من فکر میکنم برای ایرانی آزاد باید علازر رضا شاه دوم یک پادشاهی پارلمانی داشته باشیم که ایشون در مسند باشن و ما هم به عنوان سربازای ایشون، به عنوان طرفدارای ایشون، اگر میگیم طرفدارشون هستیم، باید هر چی ایشون میگن چشم‌بسته بگیم بله، چون ایشون در شرایطی هستن که خود ایشون هم واقعا نمیتونن راحت و آزاد صحبت کنن، ولی هر چی میگن به نفع ماست. فقط اتحاد باید داشته باشیم با هم دیگه و پیروز خواهیم شد خیلی زود. سپاسگزار از شما سرکار بانو شیرین نشاط عزیز برای این گفتگو و امیدوارم همیشه در خدمتتون هستم جناب احمد. لطف دارید، شما بزرگوارید، خیلی خیلی ازتون متشکرم. همیشه شما من مورد لطف و محبتتون قرار میدید با تشویقاتتون و با فرمایشاتتون که من هم بتونم به عنوان یک سرباز این راه رو در کنار شما بزرگواران و اساتید ادامه بدیم. اختیار داری قربون. بی نهایت از خانوما و آقایون سپاسگزارم، از بزرگواریشون، از محبتشون نسبت به پدرم، نسبت به خانواده ایشون و خود من کمال سپاس رو دارم. متشکرم. البته تیمسار نشاط و بزرگانی مثل ایشون دیگه متعلق به همه ملت ایران هستن. ما سپاسگزار عزیزان هستیم، فقط متعلق به خانواده نیستن، ایشون اینها متعلق به خانواده ایرانی هستن. صد درصد. روحشون شاد، یادشون گرامی و از همه مهمتر من همیشه میگم
راهشون ادامه باد، راهی که اون بزرگواران رفت. بسیار زیبا. راهشون ادامه باد و ما راه بزرگان اون مملکت رو خواهیم رفت، راه جهانبانی ها، نصیری ها، راه نشاد ها، ما راه اونها رو خواهیم رفت و تا روزی که زنده ایم، من امشب هم عرض کردم در تلویزیون، تا میهن پرستان زندن پهلوی هرگز نخواهد مرد. زنده باشید. بینوای سپاسگزارم بانو نشاد گرامی، باز هم از تشریف فرماییتون و گفتگو و افتخاری بود برای من جناب احمدی. خیلی سپاسگزارم. قربون شما. نهایت سپاسگزارم. ممنونم از لطف و محبتتون بانو نشاد و خسته هم نباشید که یک ساعت و نیم در خدمتتون بودیم و بسیار لذت بردیم. استفاده میکنم قربون. افتخار من بود. زنده باشید. متشکرم ازتون. سایه‌ای کم نشه. قربون شما. به شما همگی بدرود میگم بانو نشاد. بدرود. روزتون خوش. قربون شما. شب. دوستان عزیز، گفتگوی ما در اینجا با سرکار بانو شیرین نشاد به پایان رسید. خیلی خیلی متشکرم از همکاری و همراهی و شما، سوالاتتون، نظراتتون. علی آقا از شما خیلی ممنونم، کار زیبایی بود در لحظات پایانی و حضورتون عرض کنم همه عزیزانی که در این بحث شرکت کردید، بانو رها، آقای منصور، جناب بهمن، بانو پوراندو، آقای آیریک عزیز، پیروز عزیز و آناهیتا و سایر دوستان، بانو آرزو و همه عزیزانی که همکاری کردید در طول برنامه. خیلی متشکرم.